هرچند سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان از همکاری های نظامی ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری می کند، اما بر افزایش و سرعت بخشیدن پروسه تجهیز نیروهای افغان تاکید می ورزد. معصوم استانگزی روز دوشنبه در نشست راهکار تطبیق توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا که از سوی مشران جرگه راه اندازی شده بود گفت این کشور هنوز هم در برخی موارد نیاز به تجهیزات نظامی دارد. آقای استانگزی میگوید که بر اساس توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی، آمریکا تا کنون در زمینه مالی نیروهای افغان را حمایت کرده است. از لحاظ داشتن هلیکوپتر و ترانسپورت و ایگپا تا یک حد به حد کافی کمک صورت گرفته، در این قسمت چی نیست. در قسمت بخش ترانسپورتی هوایی هنوز هم بسیار ضعیف است. در قسمت تیارات شکاری و جنگی، در این قسمت اگر بگویم که تابال چیزی نداریم، ایگر به واقعی هستند. پای سقیله توپچی هم یک مقدار سلاح‌های جدید در اختیار گذاشته شده و از این استفاده میشه، ولی ما در تلاش ازی هستیم که این باید تا آخرین سطح، تا آخرین جزءتان با مرقمی که در تشکیل گنجانیده شده در اونجا برسن. آقای استانگزی تاکید کرد تا تقویت قوای هوایی، ادامه تمویل نیروهای امنیتی تا سال 2020 میلادی، سرعت بخشیدن به پروسه آموزش نیروهای افغان و ایجاد اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم در نشست وارسا تقاضا شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید که افغانستان در یک جنگ آشکار با پاکستان درگیر است و نظر به این تفاهم‌نامه‌ها آمریکا و سایر کشورهای جهان باید این مسئله را حل کند. آقای مسلمیار با آن که هنوز هم از امضای تفاهم‌نامه با آمریکا پشتیبانی می‌کند، اما بر تطبیق موارد آن تاکید می‌ورزد. قرارداد که در وضعیتی چی که بهرنه هیواد مداخله کی به اقتصادی او امنیتی موضوعات با یا نور و سچ په دې قرارداد کې ذکر شوی دی، په غیر ورسره بحثونه کیږي او یو د حل لار ورته لټي. متاسفانه موږ څه ونه لیدل، بلکې اضافه پاکستان ته ویل شو، هغه ته قدر ورکړ شو، هغه ستایه شو، او په امنیتی تړون کې دا واضح دی چې زموږ د مصالح قوه او بالخصوص د دفاع وزارت ملي اردو تجهیز وکړي. تجهیز په دې معنی نه ده چې صرف دریشي دي ورته واخلي او کیک او کلچه دي ورکړي او یو امپورټ ټوپک دي ورکړي. تجهیز په دې معنی ده چې زموږ د سیمې اردو چې څه لري اقلا که د هغې نه پیاوړي کولی نه شي، د هغې بسیار خوشول. آقای مسلمیار از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو میخواهد تا به تعهداتشان نظر به تفاهم نامه امنیتی و دفاعی عمل کرده و نیروهای افغان را تمویل و تجهیز کنند. کارشناسان نظامی میگویند در صورتی که نیروهای افغان به گونه لازم تجهیز گردند، می توانند به صورت کامل در برابر حرکت های مخالفان مصالح منطقه ایستادگی کنند.